خط مهمترین خبرها. تلاش پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از این کشور. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که همه مهاجران غیر قانونی در پاکستان از جمله افغان‌ها باید به کشورهایشان بازگردانده شوند. که هر کار را انجام میدم و این اتهامات را که گویا عملات داخل پاکستان از طرف افغانستان اجرا میشه، خود به ضعف پاکستان دلالت میکنه. پیشنهاد کابل به اسلام آباد برای مذاکره با تحریک طالبان پاکستانی. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که معاون وزیر خارجه امارت اسلامی در پیشنهادی خواستار مذاکره حکومت پاکستان با رهبران تحریک طالبان پاکستان در این کشور شده است. مردم پاکستان اگر اونا بلوچ ها هستند، اگر اونا پشتون ها هستند و اگر جریان های سیاسی اسلامی و یا تحریک طالبان پاکستانی است، اینا از حکومت نظامی پاکستان به سطوع آمدن. و انتقاد نهادهای جهانی از روی کرد امارت اسلامی در برابر بانوان. عفو بین الملل در گزارشی بار دیگر خواستار بازگشایی بیدرنگ دروازه مکتب ها بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان شده است. زنان در افغانستان در حاکمیت‌های قبلی نیز نقش نمادین داشته و حقوقشان به شکل واقعی تامین نمی‌شد، ولی در حاکمیت طالبان حقوق کار و آموزش نیز از این قشر سرنوشت‌ساز گرفته شد. به نام یاد خدا به مجموعه خبری این ساعت از یک خوش آمدید. امروز جمعه 17 حمل 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود به 5 اپریل 2024 میلادی. فیاض احمد احمدی هستم با مشروع خبرها این ساعت. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که همه مهاجران غیرقانونی در پاکستان از جمله افغان‌ها باید به کشورهایشان بازگردانده شوند. ممتاز زهرا بلوچ در پاسخ به پرسش درباره سفر محمد خرم آقا، معاون وزیر تجارت این کشور به افغانستان، افزوده است که در این سفر دو طرف درباره اجرای رژیم یکسرد گفتگو کردند. خانم بلوچ در این نشست خبری ادعا کرده است که بسیاری از رویدادهای امنیتی در پاکستان با گروه‌های مستقر در افغانستان ارتباط دارد و اسلام آباد انتظار دارد که مقام‌های افغانستان در این زمینه اقدام‌های جدی انجام دهند. جزئیات بیشتر با سفینه ناصری. تلاش پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از این کشور. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که همه مهاجران غیر قانونی در پاکستان از جمله افغان ها باید به کشورهایشان بازگردانده شوند. خانم بلوچ در نشست در پاسخ به پرسش درباره سفر محمد خرم آقا، معاون وزارت تجارت این کشور به افغانستان، افزوده که در این سفر دو طرف درباره اجرای رژیم یک سند گفتگو کردند. موضع پاکستان در مورد خروج اتباعی غیرقانونی افغانستان روشن است. ما بر اهمیت روش‌های قانونی مهاجرت تاکید می‌کنیم. تعداد محدود از افغان‌ها با اخراج مواجه شدند و مهاجران باقی مانده نیز باید به کشورهایشان بازگردانده شوند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این نشست خبری ادعا کرده که بسیاری از رویدادهای امنیتی در پاکستان با گروه‌های مستقر در افغانستان ارتباط دارد و اسلام آباد انتظار دارد تا مقام‌های افغانستان در این زمینه اقدام‌های جدی انجام دهند. اما پاکستان به این که هر کار را انجام می‌دهد و این اتهامات را که گویا عملات داخل پاکستان از طرف افغانستان اجرا میشه، خود به ضعف پاکستان دلالت میکنه، به ناتوانی پاکستان که به قدر غرور میگه ما اردو داریم، ما امنیت داریم. این معنی است که خود دولت از یا اردوی از یا هیچ بیکفایت و بیکاره هستن. بنابراین از این خودداری کنن و اگر واقعا اسناد و مدارک دارن رای کن، در غیر از اون ملامتی خود بار ملامتی خود بالای افغانستان نگذارن. این در حال است که پاکستان پیش از این از ماه نوامبر سال گذشته میلادی تا کنون نزدیک به 520 هزار مهاجر فاقد اسناد قانونی افغان را دوباره به افغانستان بازگشت دادند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که معاون وزیر
داخل امارت اسلامی در پیشنهاد خواستار مذاکره حکومت پاکستان با رهبران تحریک طالبان پاکستان این کشور شده است. دان نیوز نوشته که محمد نبی عمری در سفرش به ولایت خوز گفته که جنگ میان تحریک طالبان پاکستانی و حکومت این کشور برنده‌ای نخواهد داشت و دو طرف را به مذاکره دعوت کرده است. این در حالی است که اخیراً حکومت پاکستان از کابل خواسته که رهبران این گروه را به آنها تسلیم دهد، موردی که امارت اسلامی آن را وظایف حکومت پاکستان می‌خواند. راهکارهای پیشنهادی یک مقام امارت اسلامی به حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی. رسانه های پاکستانی گزارش کردند که معاون وزیر داخلی امارت اسلامی در پیشنهاد خواستار مذاکره حکومت پاکستان با رهبران تحریک طالبان این کشور شده است. دان نیوز نوشته که محمد نبی عمری در سفرش به ولایت خود گفته که جنگ میان تحریک طالبان و پاکستان و حکومت این کشور برنده‌ای نخواهد داشت و دو طرف را به مذاکره دعوت کرده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که وزارت خارجه پاکستان چشم‌انداز مذاکره با تحریک طالبان و پاکستانی را نپذیرفته است. در حالی که پاکستان پاسخ خود به موج مدام هراس افغانی را تنظیم می کند، محمد نبی عمری معاون وزیر داخلی افغانستان اخیراً در یک افطاری در خوز خواستار گفتگو میان تحریک طالبان پاکستان و دولت پاکستان شد. این مقام افغانستانی همچنان گفته که جنگ بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان غیر قابل پیروزی است. بحث تحریک طالبان پاکستانی رابطه کابل اسلام آباد را سرد کرده و پاکستان ریشه نامنی های خودش را در افغانستان می نگرد. پاکستان از ارتباط مقام های امارت اسلامی با رهبران تی تی پی حرف می زند و امارت اسلامی آن را رد می کند. افغانستان هیچ گونه نقشی در نامنی پاکستان نداره، بلکه مردم پاکستان اگر اونا بلوچ ها هستن، اگر اونا پشتون ها هستن و اگر جریان های سیاسی اسلامی و یا تحریک طالبان پاکستانی است، اینا از حکومت نظامی پاکستان به ستوه آمدن. این در حال است که اخیراً حکومت پاکستان از کابل خواسته که رهبران این گروه را به آنها تسلیم دهد، موردی که امارت اسلامی آن را از وظایف حکومت پاکستان خوانده است. عفو بین الملل بار دیگر خواهان بازگشایی درهای آموزش بعد روی دختران در افغانستان شده است. بخش آسیایی این سازمان در صفحه کاربری ایکس نوشته که در حالی که سال جدید آموزشی در افغانستان آغاز شده است، اما دختران هنوز هم اجازه ای رفتن به مکتب ها را ندارند و در خانه هایشان قفل هستند. امارت اسلامی تا اکنون به این خواست عفو بین الملل واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی تامین شده است. ادامه خواست نهادهای جهانی مبنی بر بازگشایی مکتب های دختران در افغانستان. عفو بین الملل بار دیگر خواهان بازگشایی درهای آموزشی برای دختران در افغانستان شده است. بخش آسیایی این سازمان در صفحه کاربری ایکس خود نوشته که در حالی که سال جدید آموزشی در افغانستان آغاز شده است، اما دختران هنوز هم اجازه رفتن به مکتب ها را ندارند. با آغاز سال جدید آموزشی و بازگشایی مکتب، دختران افغان هنوز هم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و در خانه هایشان قفل هستند. ما باید به حمله سیستماتیک به یک نسل کامل پایان دهیم. همزمان عفو بین الملل در گزارش از امارت اسلامی خواسته تا به حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان احترام بگذارند. این سازمان همچنان تاکید کرده که حکومت کنونی افغانستان باید به بانوان اجازه دهند تا در نهادهای دولتی و غیر دولتی دوباره فعالیت کنند. زنان در افغانستان در حاکمیت های قبلی نیز نقش نمادین داشته و حقوقشان به شکل واقعی تامین نمی شد، ولی در حاکمیت طالبان حقوق کار و آموزش نیز از این قشر سرنوشتاز گرفته شد که مایه مایوسی همه دختران و زنان شده. مادر باسواد و تحصیل کرده فرزند خوب به جامعه تقدیم می کند. از سوی دیگر دهان جهانیان در قبال محرومیت زنان افغانستان خاموشند. امارت اسلامی تا کنون در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این نیز همواره تاکید کرده که حقوق تمامی شهروندان به ویژه بانوان در افغانستان در چارچوب اسلامی تامین است و از جهان خواسته تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. شهردار شهر اوشاک در ترکیه هشدار داده که اگر پناهجویان افغانستان و سوریه در این شهر
کوچکترین اشتباه انجام دهند اخراج خواهند شد. این مقام ترکیه همچنان تاکید کرده که دیگر پناهجویان افغان و سوری را در شهر اوشاک ترکیه نمیخواهد و به آنانی که ساکنند جواز تجارت و کار نمیدهد. همزمان با این وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده است که به منظور شناسایی و بازداشت پناهجویان غیرقانونی استهای بازرسی و گشت‌های سیار را در شهرهای مختلف ترکیه افزایش داده است. مسئولان محلی نیمروز میگویند که هتل‌ها و رستوران‌های شهر زرنج غذاهای شب مانده و فاسد شده را به بهای بلند به مسافران می‌فروشند. به گفته والی نیمروز این کار بسیاری از هتل‌ها و مسافرخانه‌ها بازی با جان صدها نفر است که همه روزه میان ایران و افغانستان رفت آمد دارند. همزمان با این شماری از مسافران در این مسیر میگویند که به علت خوردن غذاهای مسافرخانه‌ها و رستوران‌ها بیمار شدند. شرح بیشتر در گزارشی از عارف عدیل. شهرام باشنده ولایت بدخشان است که به تازگی به نیمروز آمده و برای رفتن به ایران آمده می شود. او تا آغاز سفر در یک مسافرخانه در شهر زرنج به سر می برد. به گفته شهرام به علت خوردن غذای این مسافرخانه بیمار شده است. حالا ما چند باری آمدیم غذای رستوران خوردیم، موتل خوردیم، هر چی که خوردیم وقت ما را مریض کردن، غذای در حسابی نداره. هر موقعی که آمدیم این سریه که رفتیم ایران برگشتیم ما غذای اینجا را خوردیم مریض شدیم، غذای خوبی نداره، باید غذا شاید درست بکنن دیگر. اینجوری نمیشه که هر مسافر که برای بیاد نمیشه که هر غذای پس مانده شب یا که غذاهای دیگر غیره و غیره را که پیش مسافر برام بذارن به خاطر 2300 هزار افغانی نمیشه. باید غذاش هم بهتر خودار کنن که انسان ها جوانه ما شما مریض نشن. تلای نمیدوست غذا شب مانده زیاد دیگه بوده. خب روغنش کم است، خب کفته نمیکنه، کیفیت نداره. داخل دولت توجه باشه. در خارج که رستوران ها برین توشکشان و نظافتشان خیلی تر تمیز هستن و غذایشان هم خیلی تر تمیز است. اینجا بعض رستوران ها که ما رفتیم غذایشان نمیدانم اصلا قابل خوردن نبود، نتانستیم بخوریم. از امارات اسلامی خواهش میکنیم که در این زحمت هایشان، در قاطع این همه زحمت هایشان، بررسی جستجو از حساب بهداشتیشان هم یک تلاشی بکنن، به اینا رسیدگی بکنن که غذایشان شب مانده نباشن، برای بچه ها بدن، قیمتشان هم زیاد نباشن. در همین حال والی نیمروز میگوید بسیاری مسافرخانه ها و رستوران های شهر زرنج غذاهای شب مانده و فاسد شده را به بهای بلند به مسافران میدهند. او این کار را بازی با جان مسافران و مردم میداند. همچنان در رابطه با مسافرخانه ها، با هتل های ما، اگر همین هتل ها مسافرخانه را ما خود مشاهده کردیم، غذایشان قابل استفاده نیست. کثافات و نجاست ها از هر طریق در اونجا موجود است. مسافرینی که میه بالای شما حق داره، یک مسافر به تو پول میده، حق از اوی است که یک غذای درست، یک غذای صفا را در اختیارش قرار بدی. شماره از پزشکان هم به این باورند. نو کم در سرده غذای مواد چی کم دی در به دوباره که چیره سینه گرمیگی، نو چی گرموله نیست پدی که تره وقت پوری چی سو ساته تیری جی یفته در بکتریه به روشت کهی آقا بکتریه به چی روشت بکی کلا چی بدن تا داخلی که در سبب ده یفته در امراضو که چی پومومی صورت من گرده تسموم غذایی ویو، نو دی سرم مریضان خب در اشخاص و تا یا چا چی در مواد غذایی سرده یا باسی مواد چی برتو یا غذای مواد استفاده کردی، نو پدی که کرایسی پشکل دی دل بدی استفراغات، تب او لرزه، حتی سبب اسهالات کیجی. اما مالکان شمار از مسافرخانه ها و رستوران ها در شهر زرنج فروش غذاهای شب مانده و فاسد شده با مسافران را نمی پذیرند. کوشش میکنه غذای مناسب با کیفیت عالی غذای روز تحویل مشتری بده. حاضر هر پرس از غذای ما رو برای لابراتوار کنه. اگر از 4 ساعت بیشتر غذا ما زمان برده بود میتونه پولی رو پس بده، جریمه رو پس بده. غذای پس مانده اصلا نداریم به خاطر که ماه رمضان است. شام چیزی که لازم داریم پخته میکنیم، مثلا آش است، کرایی است، قابلی است، یگان وقت سبزی قورمه است، این چیزا پخته میکنیم. قابلی هم پشیو هم قابلی پخته میکنیم، کباب جگر، کباب گوشت است. نرخ ما که از این 150 160 هم بالا نیست، اما 150 پخته میکنیم، 150 سودا میکنیم. مردم مسافر هم گپشم سه از یک بوتل هم تو کار میکنه، باز هزاران بوتل رسوا میکنه، میگن کل بوتل هم تو است.
باید گفت که اکثر مسافران از بیپولی و ناداری رنج میبرند و روزانه صدها مسافر که قصد سفر به ایران دارند و یا هم از این کشور اخراج میشوند در مسافرخانه ها و هتل های شهر زرنج به سر میبرند، اما مسافرخانه ها و هتل ها غذاهای شب مانده شان را گرانتر از نرخ بازار به آنان میفروشند. فرمانده پلیس فرا خبر کشته شدن 3 نمازگزار در داخل مسجد در ولسوالی پشتگوه این ولایت را تایید کرده است. فرمانده پلیس این ولایت گفته که بررسی ها در مورد این رویداد ادامه دارد و تلاش ها می شود تا عاملان این رویداد بازداشت شوند. منابع محلی این ولایت می گویند که یکی از کشته شدن این حمله یک فرد با نفوذ محلی وابسته به حزب اسلامی بوده است. رهبر حوثی های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی فعالیت می کند اعلام کرده است که در جریان حملات هوایی مشترک بریتانیا و امریکا بر مواضع این گروه در یمن حدود 37 تن از اعضای این گروه کشته شدند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که این کشور با بازگشایی گذرگاه ارز به شمال غزه و استفاده موقت بندر اشدود در جنوب اسرائیل برای افزایش کمک های بشر دوستانه به غزه موافقت کرده است. و انتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که اوکراین در نهایت به ناتو خواهد پیوست و زیرا حمایت از این کشور در میان کشورهای عضو این سازمان مستحکم است. عبدالمالک الحوثی رهبر شبه نظام حوثی یمن که تحت حمایت جمهوری اسلام فعالیت می کند اعلام کرده که در جریان 424 حمله هوایی آمریکا و بریتانیا بر مواضع این گروه در حدود 3 ماه حدود 37 نفر از حوثی ها کشت و 30 نفر دیگر زخمی شدند. الحوثی در یک سخنرانی تلویزیونی در این زمینه گفته که از آغاز جنگ حملات این گروه به کشتیرانی تجاری در منطقه دریای سرخ در واکنش به جنگ در غزه در مجموع 90 کشتی در دریای سرخ هدف قرار داده شدند. با آغاز جنگ کنونی غزه حوثی های یمن حملات خود را در دریای سرخ افزایش دادند و گفتند که این حملات را در همبستگی با فلسطینی های غزه انجام می دهند. امریکا و بریتانیا در واکنش به حملات حوثی ها ائتلافی را بار دیگر با کشورهای متحد شکل داده که تا این حملات جلوگیری کند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنکام طبق معمول روزهای اخیر در این زمینه اطلاع رسانی کرده و در حساب خود در شبکه اجتماعی گفته است که این حمله در روز پنجشنبه صورت گرفت. پیش از این جنرال مایکل آرگ لا در جلسه سمایه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان بار دیگر به حمایت گسترده جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه اشاره کرده و گفته که حملات حوثی ها به کشتی های جنگی آمریکا و کشتی های بین المللی در دریای سرخ و نیز حملات شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامیان به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه نتیجه مستقیم تهدید ایران است که به تدریج در حال گسترش است. گرانت چاینز وزیر دفاع بریتانیا نیز هشدار داده است که کشورش برای مقابله مستقیم با حملات حوثی های یمن تهدید به خود را نخواهد داد. این در حالی است که گیلاد اردن نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم با محکوم کردن حکومت ایران گفته است کسی که حماس، حزب الله و حوثی ها را حمایت می کند و عروسک گردان آنها جمهوری اسلامی است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که این کشور با بازگشایی گذرگاه ارز بیت الحانون به شمال غزه در استقامت موقت از بندر اشود در جنوب اسرائیل برای افزایش کمک های بشردوستانه به غزه موافقت کرده است. دفتر نتانیاهو امروز در بیانیه خبر داده که این کشور ورود گسترده کمک ها از اردن از طریق گذرگاه کرم شال را تایید کرده است. گذرگاه ارز در شمال نوار غزه از زمان آغاز جنگ جاری غزه تا اکنون برای بار اول است که بازگشایی می شود. این گذرگاه در جریان حمله 7 اکتبر حماس به جنوب اسرائیل به طور قابل توجه آسیب دید. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه خود تاکید کرده که افزایش کمک ها به غزه از یک بحران این پنجشنبه در یک گفتگوی تلفنی نیم ساعته با نتانیاهو برای اولین بار به امکان استفاده از کمک های آمریکا برای تاثیرگذاری بر رفتار نظامی اسرائیل سخن گفته است. بایدن گفته بود که حمایت آمریکا از حمله اسرائیل به غزه محدود به انجام اقدامات مشخص برای محافظت از امدادگران و غیر نظامیان در غزه خواهد بود. از سوی هم وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که آمار جانباختگان حملات اسرائیل از 15 میزان سال گذشته تا اکنون در این باریکه به 33,091 نفر و شمار زخمیان به 75,750 نفر رسیده است. این وزارت همچنان گفته که در 24 ساعته گذشته 54 تن در غزه کشته و 82 نفر زخمی شدند.
انتونی بلینکن روز گذشته گفته که اوکراین در نهایت به ناتو خواهد پیوست، زیرا حمایت این کشور در میان کشورهای عضو این سازمان مستحکم است. او به خبرنگاران گفته که اوکراین عضو ناتو خواهد شد. هدف ما در این اجلاس کمک به ایجاد پل برای اون عضویت است. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای عضویت سریع کشورش در ناتو تقاضایی را به این ائتلاف نظامی رایت کرده بود. نشست دو روزه ناتو که از روز چهارشنبه در بروکسل آغاز شده است، همزمان با 75 سالگرد تأسیس سازمان است. قرار است نشست رهبران این ائتلاف در سازمان در واشنگتن برگزار شود. دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که اعضای ناتو توافق کردند که سیستم دفاعی هوایی را در زرادخانه‌ای خود شناسایی کنند تا آنها را به اوکراین بفرستند. پیشتر ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو اعلام کرده بود که روسیه مقادیر قابل توجه سلاح از کره شمالی و جمهوری اسلامی دریافت می کند و کشورهای عضو ناتو درباره چگونگی مقابله با این حملات نظامی تهران و پیانگیانگ از مسکو گفتگو خواهد کرد. مهمترین رویدادهای از دنیای ورزش با منیر احمد امیری. رقابت های والیبال جام رمضانی در ولایت لغمان افغانستان به پایان رسید. این مسابقات با شراکت 36 تیم والیبال توسط فدراسیون والیبال ولایت لغمان برگزار شد. در نهایت تیم های والیبال عقاب آریانو و تیم میرحسن به دیدار نهایی رسیدند که تیم عقاب آریانو توانست حریفش را شکست دهد و قهرمان این رقابت ها شود. مسابقات فوتبال جام رمضانی که از چند پیش با حضور 32 تیم در کابل راه‌اندازی شده بود، روز چهارشنبه با قهرمانی تیم فوتبال اتحاد به فرجام رسید. این مسابقات به صورت حذفی و در ورزشگاه خاصی کابل برگزار شد. تیم‌های اتحاد و امرخیل در دیدار نهایی مقابل یکدیگر سفرایی کردند. به گزارش فدراسیون فوتبال کابل، این مسابقات از 18 روز پیش آغاز شد و در نهایت تیم اتحاد در ضربات پنالتی توانست 5-4 حریف خود تیم امرخیل را شکست دهد و قهرمان شود. فدراسیون تکواندوی ولایت بلخ افغانستان اعلام کرده که 15 دوره رقابت های تکواندوی جام گل سرخ میان ورزشکاران تمام ولایت های افغانستان در شهر مزار شریف برگزار می شود. این مسابقات قرار است زیر نظر فدراسیون تکواندوی افغانستان از 12 ماه ثور 1403 و در رده سنی جوانان آغاز شود. این رقابت ها دو روز است و بر اساس اعلام فدراسیون تکواندوی ولایت بلخ وزن کشی مسابقات روز 11 ثور انجام خواهد شد. مهمترین و حساسترین مسابقه هفته 31 لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب بین تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی برگزار شد. یونایتد که تا دقایق آخر 3-2 از میزبانش پیش بود، با دریافت 2 گل 4-3 شکست خورد. ستاره اول این دیدار کول پالمر از چلسی بود که هتریک کرد و تیمش را به پیروزی رساند. این در حالی است که تیم لیورپول شب گذشته در هفته 31 لیگ برتر فوتبال انگلستان با نتیجه 3-1 شفیلد یونایتد را شکست داد و با 70 امتیاز دوباره به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر بازگشت. این مسابقه با میزبانی لیورپول در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد. داروین نونیز در دقیقه 17، مکالستر در دقیقه 77 و خاکپو در دقیقه 90 برای لیورپول گل زدند. سپاسگزار از توجهتان به خبرهای این ساعت. در یک بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.